از مهمترین هدف شریعت اسلام همبستگی دلها و مودت و برادری بین مسلمانان است و برای همین الله تعالی جماعت و همبستگی را در بیشتر عبادتها ها امن کرد و از آن نماز عید فطر و قربان که پیامبر صلی مردم را برای برپایی آن فرا میخوانده و حتی زنان یائس را برای مشاهده خیر و دعا برای مسلمانان فرا میخوانده و مستحب از در این جشن عظیم اختصال و آرایش و تزین انجام شود و در عید فطر مستحب است که با خوردن چند و خرما قبل از صبح به سوی برای نماز عید برود چرا که پیامبر هیچ وقت قبل از رفتن به نماز عید خوردن خورما را ترک نمی کرد و وقت نماز عید بعد از طلوع آفتاب به مقدار یک متر تا وقت زوال آفتاب می باشد و مستحب است نماز در زمین خالی و یا مصلا برپا شود مشکلی نیست اگر در مسجد اقامه شود به دلایلی مانند عدم وجود مصلا یا مشکل رسیدن به آن و مستحب نیست که برای نماز عید اذان و اقامه بخوانیم همانا سلام برای روز فیت و قربان به مسلا می رفت و بعد از تکبیرات الاحرام شش تکبیر در رکعت اول قبل از سوره فاتحه می خاند. و در رکعت دوم پنج تکبیر و در هر تکبیر دست خود را بالا می برد و در بین هر تکبیر الله اکبر و سبحان الله و الحمد لله می گفت. و مستحب است در این نماز دو رکعتی سوره الاعلا و الغاشیه یا سوره قاف و القمر خوانده شود سپس امام بعد از نماز دو خطبه مانند نماز جمعه بخواند و نمازگزاران حضور داشته باشند و مستحب است نمازگزار برای نماز پیاده برود و در برگشت از نماز عید راهی غیر از رفتنش به نماز خانه انتخاب کند و سنت است که کسی که نماز عید را از دست داد بر همان صفت نماز قضا بخواند و شادی عید کامل نمی شود مگر با اطاعت الله تعالی و تبعیت از چیزی که به ما امر کرده است.